یه دقیقه ما تو خیلی بزن ماما ماما بیا داره داد میزنه عشقم دوستم بیا عشقم خب. I love you عشقم حالا چطوره سلام برمکس یوتیوب سوری اقتصادی هستم امروز با فرشته عزیز مستر فرشته <تصفح> <تصفح> درود بر دوستانی که ما رو نگاه میکنید تو فرشته هستم فرزاد ابراهیم در خدمت تو سوال اقتصادی تیشرت قشنگ هم پوشیدی آقا سوال این بدونم که به زنم گی ندی که بدونی من دوستش دارم آره میدونم دوستش داریم همه دوستش داریم خب نه دیگه نه اصلا رابطه الان چی میدن تور چیز اومده تور ایران مسکو اومده جدیدا خب آره ولی دختر بیا آه آه باید بیاد نه پسر تو که الان میشه با گرفرن اون که زنته اون سری هم بودن داشت آقا ما ایسوی همین آیه آره اینو النا میگه میگم دیگه خب تو واسه تو خریدم دیگه میگه نه معنیش که تو یعنی کنار از من یه دوست دخترم داری بعدشم کونکش خانه بعدشم بردم توی یه چنل محترمانه میگم سوهل میگه چیه میگم سوهل بلند شو یه کاره بالی با هم بکنیم حالا سیکرت بماند چی کار بخواییم گاید چیه جویه گاید ما هستی اینجوریه بخواییم بخوایی یه تیوی خیلی بالی کارهای خیلی بالی انجام بدیم بیاد بالا بفهم بفهم جلو آقا برشون موردیم جو اول خیلی محدد همه نشستن صحبت میکنن یه خورده با یارو آشان شد یارو خود یعنی دوستمون یه خود اوکی شد سوید بعد من رفتم اونم یه میگه آره من دوست پسر سر سابق مادر رضا این چه فیلمی یارو میزنی آلا تیشرت میشه آی لوف مای گرل فرند خب بعد یک چند نفر ماما دوستش تو من نمیفهم چرا قدر با این موضوع مخاطب خودم مامانم به خدا اکچولی مامای منو مامان منو ببینی یه آهنگ مهم میذاری تو گوشت هاپا میگیری میای میفهمم ولی مامان من خیلی دافه یعنی مامان من داره هفتاد سال پیش کسی بابا رفتم مامانم بودم بیمارستان هارومزاده ورداش اینجوری نوشت از کار مامانم کرد بعد اینجوری من نگاه کرد بعد زد رابطه زد شوهر گفتن <تصحاب> 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 من, من چل سال بزرگتره ولی دیگه زد شوهر خوب <تصحاب> فقط خیلی یعنی میگن بین کرمان ازش نگهداری میگن میگن ببین که پول یوتیوب خوبه ها اینجا با سه تا کانال میزنیم کانال چهارم که میاد ببین ببین حرفای فایشه ها رو من آقا چه چیزی ببین قالی کرمون چیه میگن آقا هرچی چی پا میخوره ارزشمند و غیراتی تره یه جورایی ببین هم همین جوریه سهیل جان یعنی کسی پاشو میخوره نه پا خورش خوبه آها بله این تو خود چیز رو باید با هم دیگه بود خط خیلی بدجور چرخید آره میچرخ <applause> 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 خب آقا میخوای بگی که چرا تا کانال یو... یوتیوب داری یا یعنی اینکه نه من دیم خیلی این سوال براشون بود تو خیلی کامنت خوندم چون من دوست دارم ویدیوهاتو نگاه میکنم خیلی سوالش بود که چرا سه تا یوتیوب داری اگه دوست داری جوابشو بده دوست نداری بریم سوال بعدی سه ست تا کانال یوتیوب دارم به خاطر اینکه ارزان بوزه شریفتون که ما به تعداد کانالایی که زدیم یعنی دوتا کانال قبلی جفتش حسابایی که روش بود دیسپند شد یعنی کلا یعنی حالت دیسکانتیوی ما در ساعت چون میخواستیم برای وقتی چون هم آقا مخاطب که ما رو نگاه میکنه عزیزه من همیشه میگم آفنه اینم که به یه کانتنتی که مخاطب دوست داره من افاقه نمیکنم حق بیننده حق مخاطبی که نگاه میکنه حق مردم اینه که اگر ما کسی رو انتخاب میکنیم نگاه میکنیم داریم حمایت میکنیم همزمان که داریم باعث رشد اون فرد و دیده شدنش میشیم همزمان اون هم باید چیزی که ما میبینیم و ارتقا بده چه لحاظ بسری چه لحاظ محتوایی که پر میکنه چه لحاظ اکتی که داره چه هر چیز دیگه هدف ما هم همیشه این بود که وارد یک سری بخشای دیگه بشم که نیاز به یک سری درآمدی داره که تو وقف این کار بکنی اصولا هم چون آدمی هستم که از چیزی به چیزی تزریق نمیکنم تجربه ثابت کرده که شما میخوای اگر به عنوان یک بیزینس داری کار انجام میدی باید سعی بکنی که اکویپمنت و وسایل لازمش از خود اون بیزینس تهیه بکنی حالتهای دیگر ریسکه ببخشید بین حرف دکمه زبط زدی دیگه من آره بزن. من گفتم یه وقت آره این ببخشید وسایل اوکی ببین قانون <applause> <خانومه. تصفيق> خدا وکیل <applause> اکس... دوستش داری دروغ بود ببین به جان تاکسی مامان بفرستم ببین میری میزنیم به مامانت خوابیدن پاشو هم کوسته باش خونه رو بیرون تا مادری اینقدر خب نه Millennial. من اونجوری ماماتو دوست ندارم من ماماتو دوست دارم چون که به تو به دنیا آورده یعنی اون عشقی که من به تو دارم بود به مامات نشون میده تو نمیتونم به خودتو بکنم یه حس پدرانه ای داری انسات به یه جوری میگی من به دنیا میکنم به پدرت جدا به خدا یعنی اون کسی که تو تو تخمش بودی و شوت کرده تو فلان ننت باید پراود باشه که مرسی که انقدر منو دوست داری و یه حس بریم دادش می آب صحبت می دادش می داریم آب کیر داره می کنی اینجا در این نه یوتیوب آقا به من گفتن تو خیلی میپری این ور اون ور میخوام یه واحد بگم ببین نه بذار من با بگم به خاطر اینکه کانال یک و دوش به گار رفت پول نمیداد و هر چی زحمت و ویدیو و ادیت و وسایل و به مردم بودمش عشق مردم بوده عشق این خدایی خیلی مهمه. بوده. خیلی مهمه خیلی مهمه یعنی واقعا فهمیدن این واقعا شور میخواد و بفهم که یارو کانال یک رو زده به گا رفته کانال دو رو زده دوباره به گا رفته کم کسیه که دفعه سه بامو شروع کنه بگی بب... آقا صبح دوباره سه بامو هم شروع میکنم ي... ببینیم این دفعه چی ي... میشه ي... یه, ي... یه اتفاق خیلی بالی میافته که می... میفته قرمت برم یه اتفاق خیلی بالی که میافتاد من کار کردم مثلا یه سری پیامه رو که برام مثلا می میومد و برام میفرستادم مثلا, مثلا یه مردی بود حالت بغز خیلی جالب بود میگو آقا من تو زندگیم خیلی سختی میکشم خیلی سخته شب از سر کار میام خونه میام ویدیو تو رو نگاه میکنم این منو خوشحال میکنه این به من است خیلی خوبی میده من که میدیدم آدم ها به صورت انسانی نسبت به اون محتوایی که من تولید میکنم واکنشی دارن که چون من محتوای خو... نه, نه چیزی یه چیز خامیه این حالشون رو خوب میکنه به من انگیزه میداد یعنی بیشتر انگیزه این بود که چقدر خوبه که اگر من بتونم همناه خودم رو خوشحال بکنم با یه کاری این کار رو پس حتما انجام میدم چون همیشه اتفاق برات نمیفته که تو مثلا میای توی خیلی ها مثلا دوست دارن بیان جلوی دوربین یه سری کارا بکنن از هیت شدن میترسن یا ممکنه فول بشه شخصیت چرا این کلماتی حالش حالا بیننده رو به هم بزنه کلا در کل مناسب نباشه ولی اگر تو میبینی یه قشری تو رو دوست دارن تو بگو ده نفر ده نفر هم تو رو دوست دارن تو رو نگاه میکنن از این قضیه لذت میبرن این حس خیلی خوبی میده یه حس خیلی خوب میده که تو این کار انجام میدی میگی باعث خ... چون میگن خنده و شادی یه موهبته چه اونایی که دین دارن چه اونایی که دین ندارن مثالهایی ازش دارن من این کار خیلی خوبیه که تو بتونی انسانهای دیگر رو به وجد بیاری و شادشون بکنی ما دوست نداریم غم و بدیم خب حالا ولی به خاطر معتبه خیلی هم انگ میزدن نه تو کسگشی تو فلانی من اینا رو میذارم پای این که آدم مختلف دارن من نمیتونم به همه رو راضی نگر بدارم و من اصلا آدم نیستم که محتوام و در اختی یعنی جوری باشم که از بیننده خط بگیرم برای محتوام اصولا به بینندم خط میدم یعنی دوست دارم تاثیر گذار باشم که تو هر دفعه سناریو درست میکنی و تو اون سناریو انقدر حرفای جالب و رپدار به هم میزنی که انگار تو اینو تمرین کرده بودی با یارو دو دفعه بعد دارین فیلم میگینین فقط این فقط اینکه چون آنلاین و آدم و رندوم میان و معلوم و دستتو نیست اینو واقعی میکنی آره هم... هن... همش به نظر من خیلی کار سخته همش تو لحظ به نظرم اصلا کار سختی نیست ولی به نظر من خیلی سخته که تو یوتیوب این کارو بکنی یعنی چالش هایی که یوتیوب میذاره جلوت لیمیت هایی که یوتیوب میذاره جلوت چیزهایی که برات میشه چرا این نباید باشه خیلی چیزها حذ میشه خیلی شاکی میشن یعنی به عنوان یک ریسک من این کار انجام میدم ولی این خالص بودن است که به دل میشینه یعنی میدونی دنیایی که الان یه, یه سوالی که الان میخواستم برای تو مطرح بکنم به نظر تو تکنولوژی و نسل جدید خردمندترن از یکی از دو... نسل خودت با تکنولوژی کمتر نه به نظر من بدتر شدن چرا دو عدلت چیه به خاطر اینکه فقط کوچه نگاه میکنن ما زمان شوان... ما اطلاعات ارزش داشت وقتی می میرفتیم یه جایی که مثلا قرار بود به ما نشون بدن چه ریختی درختو میکنن یا چه ریختی ماهیو حامله میکنن ما تو چون با تنها جایی و... که دیدی ماهیو چجوری جوری حامله میکنن دیروز <laughs> کمون کشمن دارم در مورد توی زمانی صحبت میکنم که کودک کودکی بیش نبودی دیروز رفتی هایی جانشستی بینی ماهی و چشیر میکنن خب تو ایران نه مثلا درخت درخت رفتیم کاشتیم یا توی جنگل و از حالا مثلا هر جا که میرفتیم مثلا کلاس شیمی که میرفتیم تو آزمایشگاه وقتی خیلی یه جایی یه چیزی جلوم بود من نوعی خیلی حواسمو جمع میکردم چون گفتم این اطلاعاتیه که من اینو جای دیگه نمیتونم ببینم بذار ببینم چی میشه اگه اینو با اون قاطی کنیم آتیشش بزنیم ولی الان چون همه چی هست همه با این ایده که خب من اگه بخوام بدونم میرم میخونم ولی هیچی دیگه نمیره بخونه بعد همه حرف یکی دیگر رو گوش میدن یکی میاد میگه من رفتم خوندم و اینه مثلا میگه من رفتم خوندم واکسن بده 99 درصد دامایی که با واکسن مشکل داشتن نمیدونستن چرا میگن واکسن بده فقط چون میگفتن آقا من رضا فرشته خوشم میاد رضا فرشته واکسن بده مثلا میگم بده بعد من یه ویدیو درست کردم خیلی جالب بود در صحبت کردم بعد توش گفتم که آقا آدمای گوسفندی مثل من و هر کسی که مثلا تو یوتیوب و اینا سو نه حرفش گوش بدین حتی تو سی ان ان تو میاد دکترت میپرسی تو پاد بشه نمی میری سی ان ان چه گویی بخوری میری به میگی بعد یکی مدو کامنت گذاشته بود که سوال بعد دیدن این ویدیو من از واکسن بدم میومد بعد بعد از این ویدیو نظر عوض شد و میرم واکسن بزنم گفتم خوشحالم ولی هنوز تو حرف منو نفهمیدی میگم به حرف گوسفندی مثل من گوش نکن واسه چیزای مهم تو باید به سورس خوب داشته باشی خب این یک دو دنیا انقدر بزرگ شده و انقدر دیگه ریسرچ و اینا وجود داره ریسرچ و ریسرچ رو تو چطوری شروع میکنی خیلی مهمه مثلا میگم تو اگه بیای بگی آقا به یکی هر روز شیشه بدیم بخوره براش بهتره یا بیکن خب اون ریزالت حتما میگه بیکن بهتره بعد تو میگه روزنامه چاپ کنی میگه که آقا توی ریسه نشون داده که تو چند تا غذایی که دادم به آدما بهترین غذا بیکن بوده دیگه نمیاد یه قضای دوم شیشه بوده حالا یعنی من برای اینکه اکستریمش کنم مثال احمقانه میزنم که مردم بتونن حرف منو بفهمن دیگه نشون نمیده واسه همین الان انقدر کسوشر هست تو الان مثلا بزن چرا آفتاب برای پرتغال بده بعد یه ریسرچ وسط میاد که میگه چرا بعد بگو چرا پرتغال واسه آفتاب خوبه یعنی پرتغال بخوری بری تو آفتاب برات بده بعد یه ریسرچ میاد که آقا بری به آفتاب میخوره فلان چیز ترشح میشه چون پرتغال داری باعث میشه پوستت سرطان فلان برعکسش هم هم یه استادی هست که چرا پرتغال باعث میشه خوب بشی اگه بری تو آفتاب بعد یه انقدر الان اطلاعات زیاد هست یه جوری شده مثلا چیزی که دلت میخواد و میری پیدا میکنی مثلا من میذنم میزنم راجع به مثلا میگم وی چه خوبی واسه آدم داره بعد یه هزار تا استادی میاد راجع به چیز خوب میگه دیگه من خوشحالم دیگه کاری ندارم با بد مدا واسه همین مثلا آدما انتخاب میکنن و همه چی سلیقه‌ای شده و دیگه همه احساس میکنن دکترن همه چی میدونن ولی به نظر میاد آدما خیلی دارن بدتر و احمق تر میشن یعنی من فکر میکنم مثلا سال 2000 یه چیزی مثل کرونا میومد فکر میکنم مردم خیلی اتحادشون بیشتر بود تا اینکه وقتی 2023 اومد که خیلی بیشتر به هم وصل بودیم یعنی مثلا سال 2023 تو به دنیایی که تو, تو مغز من بهترینه و پرفکته سال 2023 کرونا می اومد یه دونه توییت چین میزد که آقا ما یه ویروس پیدا کردیم به اسم کرونا اثر صد نفر دو نفر رو میکشه چهار روزم دووم داره بعد تمام گاورمنت ها توی نیم ساعت پنج ساعت بعد تکس توییت میزنن که یه ویروس اومده تو دنیا ما برای ده روز میخوایم بمونیم تو خونه هامون تمام دنیا نه تفنگ تو خیابون هست نه پلیس میخواد نشون هیچ نمیتونه بیاد بیرون فقط بیمارستان ها آپریت میکنن اونم وقتی میری تو بیمارستان دیگه نمیتونی بیمارستان رو اگه پاتم شکسته بیمارستان دیگه بعد تو بیمارستان بمونی یه همچین ستابی ما برای این ستاب سه هفته لازم داریم تو این سه هفته برین کوشر بخرین مغازه ها سیستماتیک میشدن بیشتر از 5 تا ماکارونی نمیفروختن بیشتر از 5 تا همه آدما بکاپ میکردن میرفتن توی چیز دولت هم رو هر کی پول نداره ما پولشو میدیم برای ما برای ما هر دو هفته 2000 دو دلار چک میفرستادن من و النا ما 8000 دلار پول میگرفتیم نشاستون خونه هیچ کاری نمیکردیم خیلی راحت بود براشون واسه ما لوبیا و خرما بخرن همه مغازه هم جنساشون رو میفروختن خالی میشدن دو هفته همه چی میبست میشستیم خونه اون تلویزیون نگاه میکردیم نتفلیکس نگاه میکردیم اینترنت هم هست تفریح هست با هم هم فیس میگفتیم میخندیدیم یوتیوب هم کانتنت درست میکردن بعد از دو هفته میرفتیم بیرون میگفتیم هو تموم شد فاکین سه سال دنیا به گاره پنج میلیون نفر مردن واکسن و بیناموس کردن یه کاری کردن که آدم فکر کردن با اولاغ تو زندگی میکنه تو خیاب مقل هستن یا چقدر گاو نمیفهمه خب این وقت آدم نمیبینه میبینه اصلا دیگه چجوری آدم میخواد بگه جنشن جدید بهتر شدن میدونیم بدتر هم شدن اوکی پس, تو الان یه مثالی زدی راجبه یک موضوعی و من دیگه گفتی که آقا من مخالفش رو قبول میکنم از نظر من ما پیشرفت نرفتیم یه چیزی که باز حالا برای من باز بیشتره مسئله انسانیه برای من باز از تکنولوژی و مهارت ها و کسب علم باز عقبتره چون توی فلسفه یه چیزی هستش می تو هر چقدر به عقبتر تر یعنی از دورتر به مسئله نگاه بکنی یعنی ذهن بزرگتری داری یعنی یه پوینت های ویوی داری که داری یک بیگ ایمیج رو می من باز طبق این حالت که خیلی کاربردیه این هم این چی گفتی خورد تخصصی بود نسبت به یک بخش از رفتار انسان نسبت به داده داده که ارزان ریخته است یا محتوایی که ارزان ریخته است چیزی که همه جمعه می میکنیم من میذارم یه خورده بیم که عقبتر نگاه میکنیم برای مثالش که من بخوام بزنم یک سری و مثلا به من پیام میدن که آقا ما رو تو رو دعوت میکنیم به اینکه با هم پول میدیم بهت بیا با هم دیگه لفظ بازی بذاریم فلام میکنین بیاین این کارو بکنین یک حالت لومپنیسم رو توی من انگار میبینن که شاید توی خودشون هست در صورتی که من دارم یک نمایش رو اجرا میکنم که این نمایش بر اساس یک داده یک طراحی ذهنی خیلی ساده است یعنی این خود فرد لزوما این نیست شما اگر یه بازیگری رو نگاه میکنید مثلا آنجلینا جولی میره توی فیلم با باندراست باندراس میخوابه لزوما آنجلینا جولی جنده نیست زیر خوابه کسی نیست یا اصلا از خوشش بیاد یا اصلا هر, هر،, هر, هر چیزی که لزوما وجود نداره ولی آدم ب... طبق حرفی که زدی این حرف زدم قسمتی که براشون دلپذیر هست و میپذیران از مخاطب میگه با این ماس اونه که دوست داره لفظ بازی بکنه منو لفظ بازی میبیند که میگه آقا من حاضرم هزینه که من کار بدم میاد یعنی خیلی هم مردم اومدن توی حالت که حالا دیگه شناخته شدم حالا بیایم اصلا من دوست ندارم دهم ده من دوست دارم یک یک تنین تنز یک نسیم زیبایی از یک کمدی خیلی لایت انسانی بدون روتوش بدون هیچ چیزی که فیلم نیست سینما نیست یک واقعیت رو نشون بدم ناخداغا پیش میاد با کسایی که توی فرهنگ دیگه هستن این خیلی کم برام پیش اومده این نکته یه که در مورد چیزی گفتی که انسان ها چیزی رو میپذیرن چیزی رو انتخاب میکنن چیزی رو روش کلیک میکنن و میگن نایس که از تو میگیرن به عنوان مثال وایو به حساب میاد تا اینکه بخواد دقیقا اون صحت مطلب باشه یه نکته عقبتر که میخواستم بگم چیزی که ما داریم از دست میدیم غناه زندگی آدم رو که الان نگاه میکنم داره هر روز رو به میره و هیچ باری دیگه نداره ارتباطا من مثلا خیلی اطلاعات دارم مثلا بچه ها مثلا تو ایران و اینا من یک حالتی دارم میبینم یاد هیپی های وودستا که دهه هفتاده میلادی آمریکا دارم میفتم خب اون موقع خیلی باب بود که بریم وودستاک یعنی بیشیرم. الان داری میبینی خود داری اونطوری میشی؟ نه نه من اینطوری نمیشم دارم نسل جوون رو میبینم نسلی که جوونه رو دارم آها. میبینم که ف... میدونی اینی که تو ندونی چرا لیمیتلس بودن خوبه و فقط چون به قول حرف باز دارم اشاره میکنم به مثالی که زدی چون میگن خوبه چون من اگر یک جایی رو نگاه بکنم و اگر بدون لیمیت هر کاری که میخوام بکنم پس این معنی آزادی میده این یک جوری آزار و یک جوری مازوخیسم نشناختن کانشسنس و ذات انسانیه و بدن ماست شما توی وودستاک اگه نگاه بکنید تو ده هفته تو ده شهست هیپیا اوج مصرف هیروینو تو آمریکا داشتین سیاه دنبال سفید ها میکردن پولیس های سفید دنبال سیاه ها میکردن مدانه آمده حرف میگفت باقا من بودم نیویورک بعد دای 80 میگفت در خونه رو قفل نمیکردم به خاطر اینکه میشکونن میودم تا چونم میذاشتن میرفتم بعد هر روز هزینه قفل میدادم پس در رو باز میذاشه داره در مورد یک همچین ساختمانی از نظام مدنی صحبت میکنه توی اون زمان حالا من الان تو ایران نگاه میکنم غنا رفته شما نیا کنید تو مسائل فرهنگی یه،, یه،, کانالی هم بود به نام موزیک لند هم چیه داشت یه حرفی راجب به سیاوش شمس میزد سیاوش شمس یکی از کسانی بود که چه خواسته چه ناخواسته چیزی که ریلیز کرد یه مثل دختر ایرونی معنی میده توی فرهنگ ما اینی که تو احترام بذاری به دختر اینی که تو احترام بذاری به خودت که یک تایمی عاشق بشم علاوه بافت رفتاری مردم میگم این لزوما چیزی نیست که من برای خودم میپسندم خب دیگه وجود نداره الان تو موسیقی ها رو نگاه میکنه چیزی بخورمت بکنمت بشین روش بلنشا بزن بیاد و جامعه میپذیر ولی اون یه زمانی اومد نوآوری هم کرد تکنولوژی در راستای درستی چه خواسته چه ناخواسته آگاهی اوقات توی کاری میکن مثلا طرف یه درختی کشیده مرده بعدا میشنن منتقدم میگن آقا منظورش از این تصاصین طرف منظوری نداشته دیشب خواب دیده مثلا یه کیر کلاف رفته تو مامانش اون میشه که یک درخت تو ریشه کشیده اصلا شاید نیتش این بوده حالا مرده بودیم ما نباید اونو بزرگش بکنیم یا بعد طرف قرار این اینو بذاریم کنار ما دیگه آقا دختر ایرونی وقتی تو انگه دختری گوش میگه هیشکی توی این گم... چی می هیشکی زیر این که کبود با من مثل تو آشنا نبود دختری داره ناز میکشه داره میگه که آقا ما چه احترامی داریم زن تفاوت زن و من اینا رو همه رو از دست دادیم یعنی من سر تصاویری که نگاه میکنم از دختره یعنی این ن... تو میگی یعنی... بخاطر تکنولوژی این اتفاق افتاده به خاطر اینی که فکر میکنه وقتشه که رولوشنی داشته باشه به خاطر محدودیت رو به بی‌نهایت حالا یه سوال بیا بش اینجوری نگاه کنیم این نمیتونه از این ریزالت این باشه که ما چون که از میمون اومدیم مثل میمون هم سکس میکنیم میمون ها هر وقت میخوان میکنن بعد ما به خاطر اینکه سیستماتیکی خودمون چیزای درست میکنیم میگیم آقا یه دختر دیگه فقط بابا پسر باشه پسر بابا دختر باشه فلان به سال اینو میگم درست میکنیم این داستان شرابری که ما درست کردیم کلا هزار سال هزار سال عمر داره که ما این کارو کردیم محضورتون نفهمیدم میگه که چون ما از میمون هستیم میمونش مهم نیستش من میگم ما همیشه میتونستیم راحت با هزاران نفر رابطه داشته باشیم خب بعد خودمون میگه واسه یه تایمی میگیم رابطه نداشته باشیم دیگه الان اون تایمه داره تموم میشه چون این چیزی که مثلا فرض کن مثلا میگم دلفینا با ده تا دلفین میخوابن تو زندگیشون یهو okay. دلفینون تصمیم میگن که آقا ما فقط با, با یه دلفین بخوابیم بعد بعد از 2000 سال یه دلفین میگه آقا چه مسخره بازیه بعد دلفین دوم میگه راست میگی دلفین سوم میگه راست میگی همینجوری میرن 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 یهو میبینی دیگه دلفینا برمیگردن این چیزی که تو میگی اِوولوشنه چیزی که تو صحبت کردی نه ولی زوریه تکامل مثلا... ت... ببین نه زوری نی. تو داری میگی که آقای دلفین میگه یعنی چی داره عوضش میکنه پس وقتی عوض کرد به یک اِوولوشن رسیده دیگه به یک تکاملی در مورد رابطش و زیستش رسیده درسته آه. چیزی نبوده اوکی. که تو بگی که در طبیعت یک هو نحوه زندگی عوض میشه نحوه فک ما در زمان که انسان های اولی بودن در مصر فکا جلو که این به طبق روالی اومده یک اِوولوشنی داشته دیگه قبلش فهمیده که حالش زندگی میکند که به آینده بنگرد بن درسته؟ وقتی من قبلمو نفهمم حالمو نمیدونم دارم چیکار میکنم تحت شعای یک چیزی که اینجکت شده به من گفته شده و آینده معلوم نیست چی میشه آینده رفتاری من ببین بحث ما لیمیت ببین بحث لیمیتی که من دارم میگم باز از عقب تره یک بیگ ایمیج انسانیه ربطی به فرهنگ نداره ربطی به اجتماع حال حاضر نداره ربط به قایت انسانی داره که ازش یه غنا میخوام بگیرم الان مثلا دخترها رو من نگاه میکنم مثلا فیلم ها میبینم غیره چیزای خیلی مختلف هو... هویت زنونه رو من نمیبینم وقتی زنانگی نباشه اصولا فلسفه تحت عنوان مادر و فرزند آوری و پرورش تحت شوا قرار میگیره اوکی من نمیام بگم 100 درصد یا 0 درصد اوکی علت وجودش اینه که نسل جدید فکر میکنه باید تمامی درا رو منفجر بکنه بدون اینکه دونه دونه وا بکنه ببینه پشت اینا چیه ما یه دقیقه بیا اینجا یه دقیقه ما بزن ماما ماما بیا داره داد میزنه عشقم دوستام بیا, آی لوف یو عشقم حالت چطوره